سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه یک به صدا خیلی ها راجع به طرز کار وی 60 و کاپتی خیلی پرسیده بودن چی کار بکنیم برای دم و بدی؟ من این چیزی که حالا میدونم و سعی میکنم خیلی ساده اجداش بکنم و امیدوارم شما بتونید استفاده بکنید امروز میخوام راجع به حالا کاپتیمو بیشتر صحبت کنم خب کاپتیمو هم که میبینید دو قسمت تشکیل شده یه قسمت به اصطلاح سرامیکیش هستش یا اون چینیش پرسلین که قسمت بالاییشه و ساخت خود آلمان هم هست یه قسمت کلار هم داره که این پایینه ببینید اینجا هم جای این پوارشه که بهش وصل میشه و ایجاد خلاء میکنه کلا وکیوم کافی مییکرن اینا و مثل سایفو که حالا سابقه این وکیوم ها برمیگرده به 1830 سعی که خب یه وسیله قدیمی است که همه تونم میشناسین و فکر کنم همه تونم میدونید که کلا قهوه درست کردن باش خیلی سخته یعنی واقعا من فکر میکنم آدمایی که خیلی تخصص دارن میتونن قهوه خوبی ازش در بیارن. کار مشکلی واقعا و در نهایت هم قهوه ای که ده. یعنی اون چیزی که حالا من خودم تجربه دادم میگرفتم اه... یه قهوه خیلی کلاسیکه یعنی اه... خیلی بادی بالایی داشت اه... یه زده تش بسیار به تلخی میزد در مجموع خوب بود البته همیشه اولین دمووریی که باش میکردم چون فیلترهای من پاچه ای بود دیگه میرفتم به سراغ دمووری های بعدی اه... دیگه فایده نداشت حق جوری اون فیلتر به صلاح میشستم باز یه تعمزه موندگی یا چی بگم یه یعنی بوی خوبی نمیداد با اینکه بارها میشستم تو فریزر میذاشتم فقط دفعه اولش خوب بود ولی این وسیله کاپتیمون خیلی جالبه با اینکه حالا وکیوم به اصطلاح کافی میکره ولی شما اصلا اون نوتای قهوه رو کامل ازش میگیری چیزی که اصلا تو سایفون واقعا نمیتونستم بگیرم کاملا نوتای قهوه رو میگیری خیلی خوبم میگیری اصلا به نظر من وسیله فوق العاده و بیشتر بعد روش کار بشه این طرز که با وکیوم خیلی ساده است و در این حال خیلی حالت فان و جالبی داره یعنی سرگرمی خیلی خوبی هم هست از این کتاب قهوه خیلی خوبی میده این محافظش که میبینید که یه فیلتر خیلی کوچیکی میخوره که حالا من بهتون نشون میدم این فیلتر اصلا بو تمیچ هیچ نداره خیلی فیلتر خوبیه جنسش عالیه مقدار قهوه که میخواین داخل این به چینی میریزیم و بعد از ریختن قهوه حالا بسته به ریشیویی که داریم آب رو بهش اضافه میکنه حالا با رسیپی که داریم کاری ندارم ببینید این آب و قهوه با هم در تماس قرار میگیرن ما این زیرم خب سرورمون هست اینم که این بالاست خب این وکیومی که ایجاد میشه ببینید یکی این که این به اصطلاح ای جدا از این که حالا مثل های دیگه این آب و قهوه با هم در تماس هستن غیر از اون به خاطر این خلایی که ایجاد میشه یه فشار بیشتری هم وارد میشه یعنی این آب یه مقدار نسبت به بورینگ های معمولی با شدت بیشتری میده این پایین این خودش یه مقدار باعث میشه که اکسترکشن ما بالاتر بده یه علت دیگه اینه که ببینید این تراهیش اصلا طوریه که این قهوه فقط از اینجا میتونه به آب از اینجا میتونه خارج بشه یعنی میشه گفتش که اون بایپس ما تقریبا صفره یعنی آب هیچ مسیر دیگه ای نداره جز اینکه از بستر قهوه رد بشه و این در نهایت باعث میشه شما یه به قول خود شرکتش فول اند بلنس تیست داشته باشی یه قهوه خیلی خوشمزه و جالبی میده حالا یه قهوه باش دم میکنین که بیشتر باش آشنا بشه آن یه مسئله دیگه هم یادم رفت بریم سرور این کاپیما چون ما هدفمون اینه که اسلام وکیوم ایجاد بکنیم حتما باید لول ریم باشه یعنی سطحش ببینید یک دست صاف باشه و لول باشه دیگه دیگه فرو رفتگی نداشته باشه که این قشنگ روی این قرار بگیره خب ما معمولا تو دمآوری فشاری هم میدیم که دیگه خاطرمون جمع باشه که در روی جایی نداشته باشه ببینید الان اصلا این سرورای به فرض میگم مثلا هریو رو میبینید لول ریم نیست دیگه میاد اینجا ببینید این کار خراب میکنه هر لیوانی هر سروری میگذاریم بعد صاف باشه اصلا فرو نداشته باشه تا ما بتونیم اون وکیوم رو ایجاد بکنیم این خب نکته مهمش هستش همین اینم هم فیلترهای کاپتیمو هستش که همون اول که شما میگیرید برای تو میاد فیلتر خیلی جالبی داره یعنی کوچیک و آمزن مثلا ببینه. خیلی جالبم و هیچ نداره این دازیم این داخل رو چند قطعه برزین کامل فیت میشست به اون ته موقعی هم که شما دماوری به صلاح به سرانجام رسید و میخوایی دیگه به صلاح اون پومپاش رو شروع بکنی ببینید این پومپاش هستش پمپ بشه اینجا ببین محل ورودش این وارد این میشه خب شما وقتی که این پمپ رو فشار میدی این باعث میشه که این هوایی که این داخل است یهو تخلیه بشه این تخلیه هوا باعث میشه که این آب و قهوه که اون بالا تجمع پیدا کرده به صورت ناگهانی شروع بکنن به بسه با درودان و ریزش پیدا کردن و میان این پایین میان این پایین حالا شما اون مقدار اون زمان رو میتونی با فاصله ای که بین فشار دادن این پمپ ایجاد میکنی میتونی اون زمان رو کم و زیاد بکنی میتونی خیلی تون پمپاژ بکنی و این خیلی سریع رد بشه میتونی خیلی آهسته باشه تا بسید زمان طلاقی غرب و آب بیشتر طول بکشه اون دست خودته و بسته به اون قهوه ای که داری میتونی ازش استفاده بکنی و به نتیجه دلخواهت برسی دیگه اون دیگه تنظیماتی هستش که خودتون میتونید با تجربه بیشتر به دست بیارید کار خاصی نداره واقعا خیلی ساده است خیلی بعد کارتون که تموم شد شما خیلی جالبه میخواین اینو که بلند میکنید لیوانم هم باش بلند میشه با خلایی که ایجاد شده خیلی جالبه خیلی راحت این دکمه که اینجا هست. یه فشار کوچیک میدید بعد اه، میتونید کاپتیمو رو از سرورتون رو جدا بکنید حالا ما یه دماوری باش انجام میدیم تا بهتر باش آشنا خب ما فیلتر رو که داخل کاپتیمو گذاشتیم یه مقدار اینو آب فقط هم یه مقدار که این بچسبه به تای کپتیمو همین کافی ببینید بسید دم آوری شما انواع اقسام متودا رو میتونید با این کپتیمو استفاده بکنید من قبلا مقدار ده گرم با کلیک ده کماندانته هم زدم چیز خیلی عالی در آمده و این اواخرم حتی تو یکی از ریلزا اگه اشتباه نکنم گذاشتم یه شبیه اسپرسو باش درست کردم فکر کنم 25 گرم قهوه بود با 75 سی سی آب 98 اینا بود انگار خیلی چیزی جالبی دارم یه چیزی نزدیک به اسپرسو یه فوم قلیزی هم باداش بسته بود منظورم که خیلی دستتون بازه خیلی کارا میتونید با این کاپتیما انجام بدیم امروز من میخوام دوازده گرم قهوه به کار ببرم و کلیک 20 کماندانت دیوی سی سی هم ها. ببینیم چی میشه خب قهوه هم که امروز بخوام به کار ببرم از دستری اسلیک هستش یه قهوه کنیا هست ارزم بوضوع بتون توسط با کوسر انجام شده اینو امتحان میکنیم ببینیم که چی از آب در میاد قیافه قهوه که با آدم صحبت میکنه خب من دوازده کنم قهوه بنا الان اندازه گیری میکنم در این اسلیک رو من باز کردم اسلیک کنیا آقا من نمیتونم توصیف کنم چقدر خوش افرادیه خب یه مطبع بیشتر شد باید دوازدهش کنم کاملا تیپیک بوی قهوه کنیا رو میده خب این دوازده گرم قهوه است کلیک بیست کماندانته حالا کماندانته استفاده کردم من که شاید از داشته باشیم بدونید من رو چه درجه ای زدم دوازده گرم هستش که این رو من اضافه میکنم که تکونش بدم که تراز بشه لول بشه خب درون هم که دیدید این لیوان ساده است قبلا از ایکیا خریدنش هر حالا یه لول لیم داشته باشه ام... این انتخاب کردم این کاپتیمون رو میذارم روش و سعی میکنم یه فشاری هم بدم که بعدا یه دیکج هیچ نداشته باشه و بعدا تو ایجاد خلا درد سر درست نکن فشاری باید بده که این قشنگ کاپتیمون به این سرور پایین بچسب خب این دیگه تقریبا آماده است خب کاری نداریم من خب اینم که ترازو با حال میکس کوله، شرکت کمای مدتی به من قرض داده باش کار کنم دستشون درد نکنه خیلی ترازو با حالیه من دانا فیده این رو همین مود عادیش بسیدم خب برای شروع من 50 گرم آب 95 درجه استفاده میکنم میگم رسیبی های مختلفی میتونیم به کار ببریم آروم هم میریزم با 50 تا شد در حالی که هر دو تا یعنی سرور رو با رو با هم دارم سعی میکنم اینو قشنگ به همش بزنم که آب و قهوه کامل ترکیب بشه این دوتا هم با هم نگه داشتم چرا و اینکه یه وقت از هم جدا نشم میگم بعدا تو قسمت این که میخوام اون به صدا پمپ بهش بکنیم تو ایجاد خلب و اصلا مشکل درست نکنیم مطمئن باشیم که این دوتا هنوز کی به هم چسب علتش همین حالا سب میکنیم خب من یادم رفته بود تایمر بزنم معمولا بسته به قهوه یک دقیقه یک دقیقه و نیم سب میکنیم اوه چقدر باحاله خوب خب بعد از یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم من برقی آب رو به آدونی اضافه می کنم. من دویست گرم قهوه داشتم انانم دوازده گرم اوز بخواهم قهوه داشتم انانم میخواهم تا دویست سی سی آب استفاده بکنم یک مقدار به هر حال لیکج اون پایین ما داریم که اون مهم نیست واقعا خب دیویست من درست شد حالا اینجا ببینید من یکی دو بار یه بعلاوه میزنم که قشنگ مطمئن بشم آب و قهوه با هم چی قاطی بعد سب اینجا شما میتونید از این وسیله WDT هم استفاده بکنید که من حالا این سری تحجیل دادم از قاشق استفاده کنم و حال از اونم میتونید استفاده بکنید 20 تا 30 ثانی که گذشت سویرل آروم به این شکل بهش میدیم میگم اینا همه بسته به قهوه هر کدوم از این مرحله میتونید انجام بدین یا انجام ندین بسته به نتیجه ای که به دست میارید بعد من ببینید این پوا رو به این وصل میکنم پوا رو بهش وصل میکنم خب زمان من بذار سه بشه خب شروع میکنم به پوم کردن نمیدونم صداشی میشنوین یا نه شروع کرده اون پایین درودان شروع شده بزنین جهت دوربینه درست کنم اینا شاید اینجوری بهتر باشه حالت بخار گرفته ببینید با تغییر فاصله این پمپاژی که میکنید میتونید زمانتون حالا کم و زیاد بکنید دیگه دست خودتونه. صدای دلنشینی داره و من دوست دارم به آهستگی این انجام بدم خب الان باز جهت دوربین عوض کنم ببینید دیگه این آخراش میبینید این هم آخرین پاش بکنم باشه بله تمام شد دست داره دا بده حالا این زمان ما میتونستیم کمتر بکنیم بیشتر هم میتونستیم بکنیم دست خود بود اینجا البته قهوه ما کنیا بود بهتر بود که من زمان کمتری استفاده بکنم چون کلدن قهوه های کنیا استرکشن های بالایی میدن و حلالیتشون بالا هستش کلن همیشه میدید اکسترکشن یلدای قوای کنیا که حساب میکنید همیشه بالاست خیلی اکسترکشن های خوبی میدن حالا علا ببینیم چی شده این گفته بودم این وکیوم اینقدر شدیده میبینیم من بلند میکنم لیوانم باش بلند میشه خب خیلی راحت این دکمه که فشار میدیم تمام شده این به راحتی جدا میشه اینو جدا میکنم این محلولی که داریم ما حتما به هم بزنیم نشان ببینید جالبه بحبه چه بوی داره دوستان واقعا جاتون خالی اولش یه که خیلی نایس و جالبی داره شبیه لیمو هستش بعد من یه تمای شبیه تمشک ازش میگیرم شبیه توتسیا تر شبیه میوه خشک میشه اصلا یه چیز محشریه واقعا آخرش هم آخر آخرش یه تعمی شبیه چای سیاه هم داره خیلی قهوه عالیه خیلی خب ببینید من خودم میگم مثلا با حالا سایفونم که حالا وکیومه اصلا عمرن یعنی هیچ وقت نتونستم قهوه درست بکنم که این همه من نوت تعمی بتونم ازش بگیرم مثلا یه جورای انگار قهوه هم نیست اون تو این اصلا کاملا متفاوته یه چیز ای شده و دست آقای کوسر هم درد نکنه اصلا نمیدونم چی بگم شاهکار کارش خب امیدوارم که لذت برده باشید استفاده کرده باشید به دردتون خورده باشه سوالی داشتید حتما بپرسید من پاسخگو هستم سعی میکنم پاسخ بدم اشکال اگه تو کار دیدید جایی براتون سوال بود یا اگه جایی من اشتباه میکردم حتما بهم بگین گوش زد بکنید اشتباهات رو من برطرف میکنم حتما و ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید و توجه کردید فعلا